اطلاعاتش درسته ولی فعالیت غیر قانونی نبوده. دو سه مورد هم خب تخلفاتی بوده که رئیس، یعنی معجونی از مطالب مختلف که عمدتا مطالب انحرافی است، بزرگ نمایی است و خارج از اون صلاحیت هایی که خودشون درگیر بودن. که حالا منم گفتم با مطبوعاتی که آمدن، گفتم بنده پیشنهادم اینه و تقاضا از رئیس محکمه هم کردم که این پرونده رو به صورت علنی رسیدگی بکنن. مردم با در جریان این پرونده و ادعای مطرح شده این فرد قرار بگیرم و فکر میکنید علنی برگزار بشه؟ امیدوارم بشه. ما از سازمان بازرسی مشکلی نه که علنی باشه، این دیگه به رئیس محکمه است، به تشخیص اوست که بسیار عالی. آقای پور محمدی، روال برنامه نگاه یک این بوده که معمولا میهمانان عزیزی که تو این برنامه شرکت میکردن برای مشارکت هرچه بیشتر بینندگانمون یک سوالی رو از حوزه کاری خودشون مطرح میکردن، پاسخهای چهار گزینه ای اون رو هم میدادن و جوایزی رو هم با دست دلبازی هرچه بیشتر اعلام میکردن. در خدمت جناب عالی هم هستی. بله، حالا غیر از اون تیکه آخر دست دلبازیش که حالا موضوع سوال رو طرح بکنم، ببینید این سوال در جامعه ما خیلی جدیه که ببین این بازرسی نظارت کجا و در چه شکلی اثر بخشتر هست، چه نوع بازرسی اثر بهتر و بیشتری میگذاره در اصلاح امور. خب آیا اگه این بازرسی به شکل سازمانیافته و سیستمی باشه اثر بخشتره؟ این بازرسی به شکل دولتی باشه اثرگذارتره؟ یا به شکل مردمی باشه اثرگذارتره؟ یا همه این موارد؟ خب بینندگان عزیز ما که همشون الحمدلله اهل دقت و تدبر هستن، تأمل کنن این چهار گزینه خیلی به هم نزدیک، البته به هم نزدیک، یه خورده دقتی میخواد، ولی امیدوارم که با فراستشون جواب صحیح رو بدن. البته ببینید تقریبا